امروز 1 فروردین 1403 برابر با 20 مارس 2024 هستش. از استکهلم سوئد با شما صحبت میکنم در روزی که طبق تقویم شمسی در ایران و خیلی از کشورهای دیگه بهار رسما آغاز شده و طبیعت داره خودش رو نو میکنه. ما در استکهلم سوئد مجبور هستیم هنوز کاپشن بپوشیم. صبح که از خواب پا میشیم با برف یا مثل همین الان با بارون روبرو بشیم و هوا سرده. به نظر میرسه این طبیعت سوئد نمیخواد بپذیره که بهار داره از راه میرسه و همچنان داره مقاومت میکنه. اما هر چقدر هم که مقاومت کنه نمیتونه در برابر با یک روند طبیعی بایسته. در برابر این درختانی که بعد از مدت ها بعد از 5-6 ماه که با برف سر و کله میزدن با سرما سر و کله میزدن الان دارن سبز میشن. در برابر پرندگانی که الان دارن آواز میخونن و خودشون رو برای یک بهار و فصلی نو از زندگیشون آماده میکنن. وضعیت طبیعت سوئد در این روزها خیلی شبیه وضعیت جمهوری اسلامیه. حکومتی که میدونه بهاری پشت در جامعه ایران قرار گرفته و یک رنسانس عظیم و یک انقلاب بزرگ داره اتفاق میفته ولی نمیخواد این مسئله رو بپذیره. ما مردم ایران شبیه این درختانی هستیم که در برابر سرمای سوئد تونستن مقاومت کنن و دوباره سبز بشن و همینطور پرندگانی که امروز آواز دارن میخونن. ما به دنبال ایجاد بهاری واقعی در جامعه ایران هستیم. بهاری که با سرنگونی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی محقق میشه. به سهم خودم سال نو رو نوروز رو تبریک میگم به همه مردم ایران، به ویژه به خانواده های دادخواه انقلاب زن زندگی آزادی، به خانواده های همه قربانیان جنایات جمهوری اسلامی در همه سالهایی که اون حکومت سرکار بوده، به زندانیان سیاسی، به فعالین و مبارزینی که در دل انقلاب زن زندگی آزادی به نوعی خواب رو از چشم حکومت پروندن. درود بر همه شما، با امید پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی.